داره زندگی میکنه. حالا ما نمیگیم که این چیزی که شما میگین اون که برای یه لغمونو که شکایت میکنه بزن شکایت چه بکنه. ما نمیگیم بده، میگیم این راه خودشو میره. ما عشق باید پادرمیونی کنه تا آدم احساس جوانی کنه. هست چی؟ ما دوست داریم که با عشق زندگی کنیم، شما دوست داریم با پول زندگی کنیم، هیچ عیبی نداره. ما ایراد نمیگیم که بعدم بگین آقا گفته برو پول در آر، ولی زیری بغل جوانا رو بگیم همین مثلا. استاد گل، با این دستگاه هشتم عشق رو که شما خلق کردید و آفریدید، انگیزه شما چی بود؟ چیگونه خداوند این انگیزه رو به شما داد؟ انگیزه اینه که همه چیز رو به پیش رفته، ما نباید برگردیم زمان هواشتره فلان آهنگ ساخته شده اونا قابل احترام هست. گفت اصفهانیه میگن آقا به و توی پنبه نگردیم، اینا رو بزنید تا موزه موسیقی به بزرگترها و احترام بذارین. این مال اون زمانه، زمان 100 سال پیش، زمانی که مردم اصلا نمیدونستن با کجابه میرفتن مشهد، یه ما تو رو بودن. الان با یک ساعت با آفه ما میرم مشهد. ما باید به زمان پیش کنیم، پس هنرمون هم باید همینطور باشه. اینه که نمیشه هی شما بگین دو تا چهار تا سه پنج تا پونزه تا برای موسیقی چی کار کردیم بابا جا؟ یه اثری بگیم که ما این کار رو به وجود آوردیم. من این ایده من بود درست باشه تا تونستم اون چیزی که درست کنم. دستگاه موسیقی هشتمه، گوشهاشم همطور که گفتم محبت، عشق، دوستی، صمیمیت، شجاعت، ایناست. بدیاشم که همه میدونیم، نمیدونم حسادت، عقده. بابا بیا زیر بغل جوانو بگی چهار تا پرویز یقی و حسن کسایی پیدا بشن تو این جوانو. چه انسانهایی رشد کردن در کنار شما، همراه و همگام با استاد اکبر گلپا بودن. واقعا جوانهایی که همه شون استاد من هم شاگرده من، من هیچ وقت نمیگم شاگرد، همه رو میگم برادران. درود باش. و همه شون باید این هدفشون باشه که اینام که بزرگ میشن خدمت کنن به موسیقی ملی، فقط هم زیر بغل جوانها رو بگیره. درود باش. که این جوانها هستن که آتش سازن. درود باش. من نمونه که میبینم همین فرهاد رحیمی، من ندیدمش ولی از تو ایران چقدر عاشق شما، چقدر زحمت میکشه فرهاد، چقدر پاکه، نشانه است، یک سمبل از مریدان شما، از شاگردان شما. من خیلی دوستش دارم. ترانه خوبی هم برای شما خونده قربان. بله بله، من گریم میگیره وقتی ای دل دیوونه دیدی چی کردی. انشالله که مرد، من همش خواهش همینه یه ذره مردم عمیق‌تر فکر کنن. درود باش. هر چیزی میشستن همون آن تصمیم نگیرن، ریشه به دونه برن، ریشه کار چیه؟ این حرفی که زده شده چی بوده؟ برای چی زده؟ چه برای برداری داره میکنه؟ و یعنی من همیشه گفتم من اون رو میکردم بهتری زندگی کردم. چی بوده؟ زن خوب، بچه خوب، زندگی. اصلا چی میخوام از خدا؟ اما من میگم بابا حرفا که زده میشه بعضی خودشونو آویزون میکنن به دیگران، میخوان خودشونو مطرح کنن، نمیدونن که دارن به یک کسی خیانت میکنن که اون خیانت بده. نکن آقا، بیا بگو پول میخوای بهت میدین، زندگی میخوای بهت میدن، چرا دیگه که دیگر آلوده میخوای بکنی؟ درود باش. با حرفت. درود باش. خدا بیامرزه طیب رضایی رو. بله طیب، هاش طیب، بله هاش طیب. انقدر این من دوستش، یه روزی با هم سوال میکردیم، اول خوندن من بود، گفت با خودم که گفت ناراحت نشی که این چیزها رو میگن بعضی موقع این حرف رو. خودم من نه اصلا به این حرفا فکر نمی کنم، من یه هدف دیگه ای دارم. گفت یه موقعی هر کی میخواست با من دعوا کنه استر کنه میومد با من دعوا کنه. استر کنه. آره.
اس در کن که من رفتم با طیب دعوا کردم. طیب باجر زهی رفتم دعوا کردم. حالا یه دیم کسامی میگن آقا تو چه فلان کار نکردی؟ آقا تو چی کاره ای که من بگی نهار قرب سبزی بخور یا چلو کباب؟ این تو رو بخور، برای خودت بکن. ما یه اون با مردم زندگی کردیم، با عشق زندگی کردیم، خودمون رو نمیخوایم خراب کنیم. الان من بخوام یه کاری رو بکنم، آیا بچه های من از من میگرن؟ میگن بابا تو 85 سال 86 سال از عمرت میگذره، حالا میخوای پول جمع کنی؟ گفت آقا یه کلمه به من گفت پدرم، گفت ایده هستن که یه عمر گدایی میکنن که یه روزی پول داشته باشن بمیرن. آخه برای چه این پوله رو کنی که بخوا؟ بابا برو بره زیر بغل جوان ها رو بگیر کمک کن. عشق وقتی کمک میکنی شب سر تکی میزن رخ خواب راحت میخوابی، ولی به یه کسی بد کنی نمیتونی بخوابی. خدا بیامرزه رفت کنم. ولی من اینو بگم استاد گلپایی بری، من گواهی میدم سیاوش عربستان امشب که در خدمت شما هستم، میدونید پشت سر همه حرف میزنن، به هر کسی رو بخوان نقد میکنن، ولی من تا کنون ندیدم که کسی بتونه یه گل نازکتر به گلپا گفته باشه. گلپا رو همه دوست دارن، همه جای جهان، یزدان گواهه های گلپا یه گل کمتر گفته باشن به گلپا ما نشدیم. حتی یک نمونه بگم بهتون، هفته پیش چند تا از اساتید از ایران یه چیزایی برای من فرستادن، گفتن ما میخوایم بزرگداشت استاد گلپایگانی رو برگزار کنیم در ایران. گفتم که چند بار که این فرستاد من فکر کردم خود شما در جریانید، بعد که دیدم خود شما در جریان نیستیم بینا گفتم آقا خود استاد گلپا از این قضیه خبر داره؟ گفتن نه. گفتم باید ازشون اجازه بگیرید، خصوصا تیپایی که تو اونجا بودن این کار رو میخواستن بکنن که الان خب. یعنی شما استاد گلپایگانی مهر اهورایی ایرانی هستید، همچون که من بارها گفتم و در تاریخ خواهد ماند، ما سه عیار داشتیم در این زمانه خودمون: تختی، فردین، گلپا. هر سه تاتون از کشته اومدیم، هر سه تا از ورزش اومدیم، و امروز گلپایگانی نشانه عیاری، عیار یعنی ایار، یعنی یار مهربان هست که از طول تاریخ هزاران ساله ما میاد. به ویژه این کاری که کردید و فرمودید در موردش توضیح دادین، دستگاه عشق، همش عشق، خورشید سوار ما را تو سرداری گل پای عزیز. مرسی، خیلی ممنون بابوسه اومد.